استحکام درونی نظام برمیگرده به اینکه ملت ایران با ایمانه، با عزت به نفسه. حالا بعد ایشون میرن سراغ نشانه این استحکام، میگن ما این استحکام رو داریم، این استحکام هم برمیگرده به اون ایمانه. ما این استحکام رو که برمیگرده به اون ایمان با چه نشانه هایی، با چه آیت هایی بشناسیم؟ غلبه ملت ایران بر زنجیره خصومت های پی در پی چند ده ساله، یعنی چند ده ساله که انواع دشمنی ها موضوعیت داشته و ملت ایران بر زنجیره این خصومت های پی در پی در چند ده سال گذشته غلبه کرده. تا اینجا بحث تحول رو دیدیم، یه مقدار هم داشت بحث کردیم. اولا تحول رو باید از خدا بخوایم و بعد برش تلاش بکنیم، بعد تحول از بین بردن نقاط ضعف، یعنی که ما نقاط ضعف رو پیدا بکنیم، اینها رو با اراده قاطع تبدیل بکنیم به نقاط قوت. این کار سختیه، احتیاج داره به اعتماد به نفس ملی. اعتماد به نفس داشته باشین، به مسئولینتون هم جرأت میدین برای اینکه دم از تحول بزنن. و ایشون میگه ملت ما دارای عزت به نفسه، دارای اعتماد به نفسه، دارای توکل به خداست. چون بحث تحول این شد که از خدا ما بخوایم، اگر بخوایم تحول انجام بگیره نیاز داریم به اعتماد به نفس و بعد نیاز داریم به هوشیاری. که ایشون میگن ما نیاز داریم که هوشیار باشیم، غافل نباشیم، این موقع به واسطه تحول نزنیم نقاط قوت خودمون از بین ببریم. پس باید نقاط قوتمون رو بشناسیم. و بعد ایشون میرسه به این که اگر بخوایم به نقاط قوتمون ضربه وارد نشه باید بدونیم اینا چی هن. که ایشون میگه یکی از مهمترین نقاط قوت این بنیه درونی جامعه ماست که مستحکمه. اینم برمیگرده به ایمان، اینکه مردم ما مردم مؤمنی هستند، این قوت اون بنیه. و این قوت هم یک نشانه هایی داره که نشانه این استحکام و این قدرت اولیش اینه که ما چند ده ساله که درگیریم با انواع دشمنی که شون میگه زنجیره خصومت ها و ملت ایران تونسته غلبه بکنه بر اینها. این اولین نشانه این استحکام است. امیدوارم که ما توجه بکنیم به این مباحث و موضوعات و چیزایی که حالا بین این سطور این مباحث گفته شد و خودم مخاطب این حرفا بودم و توجه کنیم به اینها و خصوصا اون موضوع ایمان. و سلام.